عمار ملکی استاد علوم سیاسی از لاهه با ما همراه شدن. آقای ملکی، به بعضی از داده‌ها و جزئیات این نظرسنجی ما پرداختیم، اما شما درباره این نظرسنجی چجور انجام شده و میزان دقتش به ما توضیح بدین. درود خدمت شما بینندگان محترمتون. این نظرسنجی از 28 بهمن تا 8 اسفند سال گذشته 1400 انجام شده. به مدت 10 روز بیش از 20,000 نفر از داخل و خارج از ایران شرکت کردند که نهایتاً نمونه نهایی که استفاده شد برای نتایجی که شما ذکر کردید، هولوش 16850 نفر از داخل کشور بوده و خب این رو میدونیم که کسانی هستند که در اساس سواد خواندن و نوشتن رو حداقل دارند و طبق روشی که در به عنوان روش خاص نظرسنجی در مؤسسه گمان هستش و در این سالها استفاده شده که با نمونه گیری های متعدد از طریق به اصطلاح زنجیره های متعدد نمونه گیری ما سعی میکنیم اقشار مختلف مردم رو بهشون دسترسی داشته باشیم و نهایتا هم با روش های علمی وزن‌دهی و بالانس کردن نمونه اون رو معرف جامعه هدف قرار بدیم. بله، جدا حالا از اون محورها دادایی که بهش اشاره شد، کدوم محورها دادا برای خود شما قابل توجه تر بود؟ ببینید، واقعیتش اینه که این سوالاتی هستش که تقریبا میشه گفت در جامعه ایران بسیاری از اونها پرسیده نشده بوده و از این منظر واقعیتش اینه که برای ما هم اینها سوالاتی بودش که هیچ پیشبینی خاصی نداشتیم. خب اگر نگاه بکنید هر کدوم این موضوعات واقعا موضوعات مهمی هستش، موضوع ساختار سیاسی، موضوع نظام سیاسی، موضوع پرچم فرزند یا موضوع محبوبیت رهبران به اصطلاح سیاسی معاصر ایران یا شعارهایی که مردم ایران بهشون اقبال دارن و هر کدوم اینها در کنار هم که قرار میگیره، خب یک جامعه متکثری رو نشون میده که در صورت هیچ کسی یا هیچ مجموعه و جریانی یک بگیم اکثریت مطلقی هامش نیستند. اما از سوی دیگه آن چیزی که مهم هستش و تمامی نظرسنجی های حداقل دو سال گذشته که ما در موضوعات مختلف انجام دادیم نشون میده که در اصل جمهوری اسلامی و اون چیزی که در اصل گرایش اصلی حاکم بر ایران هستش، خب تقریبا میشه گفت در اقلیت هست، مفهومی که اکثریت مردم نظامی یا سیستمی رو میخواهند که کاملا متفاوت از جمهوری اسلامی هستش. میبینیم که در مورد تمامی شاخصایی که جمهوری اسلامی در اون نقش داره، چه از پرچم رسمی چه از نظام سیاسیش، چیزی بین 22-30% فقط مردم به اون اقبال نشون میدن. خب الان با توجه به اون محدودیت ها و موانع نظرسنجی که در ایران وجود داره، همه ما هم به اون آگاه هستیم، همچنین مشکلات امنیتی، چقدر این نظرسنجی ها از جمله همین نظرسنجی از نظر علمی قابل اتکاست؟ بله، من خدمتون گفتم ما تمامی راه‌های علمی که وجود داره رو انجام میدیم، تست‌های مختلفی در حوزه علم نظرسنجی هستش. من همین الان که با شما صحبت می‌کنم احتمالاً از صحنه پشتم می‌بینید که در یک دانشگاه بسیار قدیمی در آمستردام هستم، در کنفرانسی هستم که اتفاقاً نتایج نظرسنجی‌های قبلی رو بعد در یک